سلام و درود به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان، هر کجا که هستید و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم، از واشنگتن بارانی همراه شما خواهم بود در ساعت پیش رو. در ایران علاوه بر مسائل مشکلات همیشگی، یعنی در این بیش از 40 ساله، قطع برق نیز اضافه شده است. علت در بسیاری موارد مصرف برق در مزارع تولید بیت کوین دانسته شده است. نهادهای دولت فقیه از سازمانها و اطلاعات همکاران امنیتی خود خواستند که وارد ماجرا شوند. دستگاه قضایی حکومت فقیه نیز وارد داستان شده است. چرا ایران که قرار بود در سال 1363 برق صادر کند، با انقلاب نیازمند برق شده است و جیره‌بندی استفاده از برق. این همه در حالی است که حکومت فقیه در تدارک برگزاری انتخابات تازه خود هست و یا رغبتی هنوز هست در میان کسانی که دخیل بسته بودند به صندوق های انتخاب بین بد و بدتر. پرسش ها در این زمینه بسیار است. در بخش نخست برنامه میهمان من و شما هستند آقای محمد قائم مقامی، پژوهشگر فیزیک و فعال سیاسی در پایتخت تهران. در نیمه دوم برنامه میهمان دیگری خواهیم داشت و در طول برنامه پیام های شما عزیزان بازتاب داده خواهد شد. با شما خواهیم بود پس از شنیدن سخن یکی از مادران داغ دیده در ایران که فرزند او در آبان ماه 98 به ضرب گلوله گزمای فقیه کشته شد. آیا رأی دادن در انتخابات جمهوری اسلامی پذیرش سهم در قتل قربانیان 98 نیست و قربانیان دیگر در این بیش از 40 ساله و تایید کشتار جوانان ایران؟ میشنویم سخنان مادر داغدار ایرانی. این بچه ای منه، دانشجو بچه ای منه. چه گناهی باید بچه ای من الان اینجا نباشه؟ بچه ای من چرا رفته؟ به چه دلیلی بچه ای منو کشتن؟ چه حقی داره بچه ای من؟ گناهش چی بود؟ گناه بچه ای من چی بوده؟ من همون منتظرم بچه ای من از دانشگاه بیاد خونه. بچه ای من دانشجو بود، بچه ای من جوون بود. آقای قائم مقامی خوش آمد. به نام خداوند جان و خرد و با درود به ملت بزرگ ایران، درود بر شما جناب چالنگی و همکاران گرامیتون در شبکه ایران فردا. من در خدمت شما هستم. سپاس از شما. آقای قائم مقامی، شما به عنوان یک کارشناس فیزیک به ما چه خواهید گفتین قطع برق در ایران علتش چی هست؟ تحریم ها هست؟ جنگ 8 ساله هست؟ توطئه‌های آمریکا اسرائیل هست؟ چه هست؟ یا عدم مدیریت، سوء استفاده‌های بسیار، ندانم کاری، مزارع بیت کوین، چه هست؟ بله، من فکر می‌کنم مهمترین دلیل یک حکومت ناکارآمد، فاسد و البته دوز آدمکش هست، اگه خیلی صریح بخوام بگم. بعد اگه بخوام به طور حالا فنی‌تر و دقیق‌تر بررسی کنیم، خب این بحث استخراج بیت کوین، استخراج گسترده بیت کوین که چینی ها هم نقش داشتن و آلودگی شهرها به دلیل سوزاندن مازوت در نیروگاه ها مزید بر علت شد و امروز هم خب که مصرف برق به دلیل گرم شدن هوا داره بالاتر میره، مصرف در واقع دستگاه های سرد کننده برودتی، یخچال ها و کولر ها داره افزایش پیدا میکنه. از اون طرف هم خب افرادی فقط به فکر سوداوری رودفتول خودشون هستن، اصلا امنیت رفاه مردم و جان مردم براشون اهمیت نداره، همونطور که در مورد در واقع مدیریت بهداشت درمان در مورد بیماری کرونا میدونیم که ظاهرا آقایون دوست داشتن که این بیماری
ادامه پیدا بکنه، علاوه بر درآمدهایی که داشتن جلوی تجمعات مردم، جلوی حال اعتراضات احتمالی و همبستگی ها رو تونستن از این طریق بگیرن. و من فکر میکنم خیلی بخوام اگر صراحتا بگیم، حالا شاید به این موضوع سوال شام رب نداره، من فکر میکنم امروز جمهوری اسلامی به ترس و یأس و ناامیدی و کرونا مانده و اگر اینها شکسته شود، این ترس و یأس و ناامیدی جمهوری اسلامی هم نخواهد ماند به اعتقاد من. ببینید، ایران قرار بود جزء برنامه‌ای که طرح‌ریزی شده بود و آغاز شده بود عمل کردنش در سد رضاشاه، سدی که بالای مسجد سلیمان روی رودخونه کارون در حال تأسیس بود، در میونه کار تحویل گرفت انقلاب این سد رو، سد کارون 3 و 4. بله، بعدا حالا اسامی دیگه گذاشتن اینها. من یادم هست روانشاد برادر من همون موقع عید 58، یعنی یک ماه خورده بعد از انقلاب، در دوستانی هم از تهران اومده بودن که منم رفته بودم، صحبت میکردن که همینجا در وزارت، چون از بنیانگذاران سازمان بر خوزستانم بودشون، آمدن و میگفتن در اینجا ما کولر هست در این خونه هایی که میبینید، همین اطراف توی گلستان سازمان وزارت نیرو بودم، قرار ما در سال 63 اگر اشتباه نکنم برق صادر کنیم، ولی در سال 63 و سالهای بعد محتاج برق خواهیم شد، چون کسانی که اومدن تحویل گرفتن این تأسیساتو، مؤذن مسجد بلال مثلا دسول هست یا جاهای دیگه، یه همچی اتفاقاتی افتاده الان در خوزستان. یعنی در هیچ کشوری در اون اطراف ما یه همچین مسائلی رو نداریم، با همین مشکلاتی که هست، افغانستان، عراق، پاکستان، هرچی مشکلاتی هست، ولی بیبرقی در قرن 21 در کشوری که به هر حال کشور ثروتمندی است از نظر منابع طبیعی و برق، قطعا همینطوره، کشور ثروتمند نیست، ولی متاسفانه به فقر و فلاکت کشانده شدن مردم در اصل 42 سال حکومت این جانیان دزد دروغگو. و به دهه سیاه 60 اشاره کردید که افراد ناکارآمدی سر کار آمدن، خب که اصلا ربطی نداشته تخصصشون به این کارهای مسئولیتایی که بهشون سپرده شده، و خیلی جوانهای متخصص کارآمد عاشق و دلدوز ایران یا در جنگ کشته شدن یا در زندانها یا آواره دنیا شدن یا خانه‌نشین شدن، و همین روند های ادامه پیدا کرد. دوره مردم امید به اصلاح بستن، شاید خود ما یه دوره‌ای به همین راه رفتیم، ولی امروز دیگه انتخابات معنایی نداره، چون انتخابی وجود نداره، انتخاب بین دوست و قاتلان هست، همه یک کاندیدا، همه یک گزینه هایی که از این صافی جمهوری اسلامی شورای نگهبان رد بشن در غارت و جنایات و به فقر و فلاکت کشاندن مردم ایران شریک و سهیمند، و مردم ایران هم من فکر میکنم که دیگه فریب نخورن. یک اقلیتی که حالا وابستگی هایی دارن، بالاخره منافعی دارن، یا دیگه اقلیتی که خیلی شاید هنوز در جهل و نادانی به سر ببرن که فکر کنن هنوز مثلا بین بد و بدتری باید انتخاب کرد، یا مثلا بر فرض نمیدونم آقای لاریجانی بیاید که آقای رئیسی، یعنی این حرفا خب دیگه واقعا دیگه به طرز، یعنی دیگه به این دیگه این فریب این بازی رو نباید خورد. آقای لاریجانی مگه از فضا اومد؟ از کجا اومده؟ از تو همین جمهوری اسلامی، توی همین جنایات و این فساد و این شرایطی که سر مردم ایران اومده، به هر حال نقش داشته، رئیس صدا و سیما بوده، رئیس مجلس بوده که رئیس صدا و سیما بوده، برنامه هویت و چراغ رو ساخته. آقای رئیسی تو دهه 60 در اعدام ها دست داشته، اعدام به تن جوانان ایران بیرون، حالا بی اتفاقاتی افتاده، من همه چیز رو نمیخوام توجیه کنم، همه اتفاقاتی که افتاده و به هر حال جوانانی که اصلا حکمشون تموم شده بوده بعد آزاد میشدن و اصلا به چه گناهی به خاطر دگرندیش بودن و جرمی که میخواسته فقط خودش بمونه، همه رو حذف کرده و این دوام رو ادامه داده تا امروز. و من فکر میکنم که با هوشیاری مردم، با آگاهی و اینکه فریب نخوریم، قطعا میتونیم گذار کنیم از این شرایط سیاه. تختی هایی در پیش هست، ولی اینی که میگی میفرمایید آقای قائم مقامی، میتونیم گذر کنیم از اینجا در پیش از سوال بعدی من که میخوایم به کجا گذر کنیم، پیش از این
کسانی که صاحب تأثیری هستن در جامعه، شما به عنوان یک فعال سیاسی به ما خواهید گفت، مثل هنرمندان، بازیگران سینما، تئاتر، ورزشکاران، به هر حال تریبونی دارن، سکوی بلندتری دارن برای صداشون، خب هستن در میونشون که همراه هستن با حکومت و بدون هیچ تردید و تعارف سهیم هستن، یعنی دارن تایید میکنن اقدامات حکومت رو. این اقدامات شامل کشتار و قتل و همه اینا بود. اما بقیه چه نقشی میتونن در این دوره‌ای که شما بهش اشاره کردین گذر به کجا برای؟ خب ما در نامه‌ای که به آقای بایدن نوشتیم، 38 فعال از داخل، و نامه‌ای که 102 نفر از فعالین سیاسی و مدنی داخل ایران به رئیس سازمان به دبیرکل سازمان ملل آنتونی گوترش که رو نوشتم شد به مسئولین دیگری در شورای امنیت و برخی رئیس جمهور، این رو اشاره کردیم که مردم ایران خواهان برگزاری یک رفراندوم هستن با نظرت سازمان های بین المللی و خواهان گذار به یک سامانه سکولار و دموکراتیک هستن و دولت ایران، حکومت ایران رو یک حکومت آدمکش و دوستالار خونده بودیم که این واقعیت جامعه ایرانه، کسی که تو ایران زندگی، کسی که خارج از ایران هم باشه اخبار ایران رو به دقت دنبال کنه، اطلاعات بشه، میدونه که امروز متاسفانه برخی از هموطنان ما برای نان شب خودشون در زباله ها جستجو میکنن، بسیاری کودکان کار، دورخواب ها، فساد، اعتیاد گسترده با این ثروتی که شما اشاره کردید بهش ما داریم و بسیاری جوانان مستعد ما در داخل مشکلات کار دارن با همه توانایی هاشون برای کار، برای گذران زندگی مشکل دارن، یا اینکه به هر حال علارغم میل باطنیشون ایران رو ترک کردن و خیلی دوستان به ایران برمیگردن، این شرایط خب سخته، ولی این گذار قطعا گذار به یک سامانه سکولار و دموکراتیک و حکومت مردم ایران، حکومت مردم ایران، مردمی که در واقع توانمند شده باشن خودشون بتونن از طریق شوراها، اصناف، انجمنها، سندیکاها نمایندگان واقعی خودشون انتخاب بکنن و از این طریق نمایندگان مجلس انتخاب بشن، قوانین تصویب بشه و دولت از همین طریق انتخاب بشه. کسی به نظر من نیاز به قیم و نیاز به هیچ فرد مثلا که یاد بخواد اینا نجات بده ندارن، مردم نیاز به این دارن که فقط این در واقع به این رشد و توانمندی برسن که خودشان سرنوشت خودشان را رقم بزنن، حکومت مردم اعتقاده. بله اشاره کردن آقای مقامی به حکومت سکولار، جدای دین از حکومت هست، جدای دین از حکومت هست که در عرصه تاریخ معاصر ایران بلندترین صدا در همون آشوبهای انقلاب بود که شاپور بختیار در از تریبون نخست وزیری نظام پیشین هشدار داد و خواستار اون شد. اما آقای قام دوره تنها بود تصمان. امروز این صدای خیلی هاست، صدای اکثریت صدای مخالفین، صدای مردم ایران سکولار. حتی تأکید کرد آقای شاپور بختیار، شاپور بختیار گرامی روانش شاد، که آقای خمینی به عنوان یک شهروند ایرانی میتونه به ایران بیاد، بره بشینه در قم، کار خودشو بکنه، اما دخالت در امور سیاسی اداره مملکت و کشور هرگز، هرگز. به هر حال تجربه گرانی، قیمت بسیار 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 گرانی، بی سابقه در تاریخ ایران به نسبت زمان ایران و مردم ایران متاسفانه پرداختن، راهی که انقلابیون ایران رو بردن. به گذشته بر نمیگردیم، زمان حال اشاره کردید، شما رسیدن به جایی که مردم نان، امنیت، آزادی و آنچه که شایسته انسان هست داشته باشن، قطع برق نداشته باشن، واکسن کرونا اگر نیاز هست میرسه بگم که فاجعه‌ای به موقع در دسترس باشه و بقیه موضوعات. اما در این مسیر کسانی که صاحب تأثیری هستن، جایگاهی هستن، مدیون مردم هستن، مثل بازیگران در آنچه که سینما فعلا خونده میشه در ایران و عرصه ورزش، چه میتونن بکنن، چه سهمی میتونن به عهده بگیرن؟ خب طبیعتا همونجور که شما اشاره کردید، افرادی که تریبونی دارن و در واقع جایگاهی دارن که صداشون بیشتر شنیده میشه، به نظر من وظیفه دارن که صدای مردم رو به گوش مسئولین و دنیا برسونن.
ولی خب متاسفانه وقتی این کار نمی کنم به دلیل منافعشون، به دلیل حالا رفاهی که به دست بودن و میترسن که از دست بدن این رو، و نگرانی از همین شرایط. و متاسفانه خیلی از اساتید دانشگاه ما هیچ صدایی ازشون در نمیاد، از سرسی حقوق سر ما. واقعیت رو بگم، واقعیت موجود اینه. و همینطور خیلی اقشار دیگه آموزش و پرورش، حالا به لحاظ این که من خودم کار پژوهش و تدریس انجام میدم، میبینم که خیلی خیلی متاسفانه در این سالها بعد به خصوص بعد از آنلاین شدن آموزش، سطح دانش آموزا افت کرده، به خاطر اینکه صرفا یک سری افسیات جایگذاری ها از مفاهیم در واقع یه جوری سیستمی که دانش آموز محور باشه، خلاقیت رو رشد بده، فکر کردن رو رشد بده، وجود نداشته، صرفا برای تربیت پیرو بوده، افسیات بوده و آن آموزش آنلاین هم به این دامن زده. و متاسفانه افرادی که در جایگاه حالا به لحاظ فرهنگی، حالا بازیگران، ورزشکاران و یا مثلا کسانی که صداشون بیشتر شنیده میشه، برخی استادان دانشگاه که حرفایی باید بزنن نمیزنن، ولی خب برخی هم حرفا رو میزنن در داخل، بالاخره این ریسک رو میپذیرن و در نهایت هم خود مردم تعیین کنندن. مردم نیازی به قیم ندارن، نیازی به قهرمان هم ندارن، خود مردم باید قهرمان تغییر و تحول در زندگی خودشون باشن که این اتفاق به نظر من میفته، زمینه فراهمه. و حالا به لحاظ این که باید اخبار خوب منتشر بشه و مردم رو آگاه کنیم که این انتخاباتی وجود ندارد، این انتصابات از انتخاب بین دزدان و قاتلان هست، مثل اینکه انتخاب کنیم که کی بدزده کی آدم بکشه. خب اینا کلش رو نمیخوایم، و راهش گام اول رأی ندادن، گام بعد ایستادن برای حقوق در سطوح مختلف، اصناف و گروه های مختلف، در مناطق مختلف، برای حقوق خودشون بایستن، مبارزه ثبات و فرمانی مدنی و پرهیز از خشونت. چون خشونت الان شرایطیه که به هر حال اون طرف مقابل همین رو شاید بخواد که از به خشونت کسانی متصل بشن و اونا سرکوچه بسته و نفوذی هایی را هم در جاهایی معمول کنن که دست به خشونت کمان که 98 کار کردن. اگر این خشونت رو تحمیل کردن آقای مقامیت، اگر این خشونت رو، این چون معمولا این حکومت ها هستن که خشونت رو تحمیل میکنن به مردم، یعنی در هند، بله، مردم هند با یک حکومت انگلستان طرف بودن، بله، به هر حال زیر نظر بود و به راحتی نمیتونست اسلحه بکشه روی مردم، بله. در موارد این کار کرد البته انگلستان در هند، بله، ولی به طور کلی، بله، ولی در ایران چنین نیست. رهبر داستان نیست. بله، میگه که به آتش به اختیار، یعنی ستار بهشتی رو میکشن، بعد قاتلش میاد به مادر ستار بهشتی میگه کشتم که کشتم، به خانواده قربانیان 98 میگن که آقا شما هم ساکت باشید، یعنی حرف بزنید شما هم مثل بچه تون میکشید، و بعد میان همینطور شلیک کرد. اگه این خشونت رو تحمیل کنن به مردم، واقعا کی مقصره؟ کی زمینه ساز پیدایش خشونت هست، برخوردهای خشونت آمیز در برابر چنین حکومتی؟ بله، همونطور که اشاره کردی دایی شرنگی، دریغ و درد که این حکومت جان مردم براش اهمیتی نداره، صرفا ماندنش اهمیت داره و اصلا ایران براش اهمیت نداره، کما اینکه به قرارداد رنگین رو با چین امضا کردن صرفا برای موندن، در حالی که این کشور ایران ارث پدر آقایان نیست، کشور همه مردم ایران است و در موردش مردم باید نظر بدن و تصمیم به قطعا مردم ایران مخالفن با این ایران فروشی. و ببینید در مورد اینکه بس اینا براشون جون مردم اهمیت نداره، که اینکه دیگه مثل روز روشنه، ولی شروع کننده خشونت نباید مردم باشن، مگر برای دفاع از کشتن، دفاع مشروع. ولی اگه شروع کننده باشیم بازنده ایم، ما شروع کننده نباید باشیم. پرهیز بشه، متاسفانه عقده هایی سرفرو خورده در بعضی اقشار مردم هست که حمله کننده بشوند و این ممکنه باعث آسیب هایی بشه، و باید ما تا جایی که میتونیم بر پرهیز از خشونت تاکید کنیم، مگر برای دفاع از مشروع. زمانی که انسان حمله میشه موظفه که از خودش دفاع بکنه، ولی اون شرایطش چی باشه و چگونه باشه رو من در اون جایگاه نیستم که بگم. ما هم اسلحه نداریم که از خودمون دفاع کنیم، ولی به هر حال دفاع باید از کنار هم باشیم، یه جوری با هوای همدیگر رو مردم داشته باشن، به همدیگه کمک کنن.
و ترس رو کنار بگذاریم. ترس باید کسی به ترسه که دزدیده، آدم کشته و دروغ میگه به مردم. این رو اگر یعنی با نیروهای مسلح سپاه، ارتش، نیرو انتظامی، دایه های میانیش، آنهایی که در جنایت ها نقش نداشته، اینها هم شما هم بدانید که هموطنان شما هستند، مردمی که به هر حال میآیند اعتراض کنند، و شما هم به هر حال باید روزی در کنار این مردم بایستید و از حقوقشون و جان و مالشون دفاع بکنید. همونطور که آقای مقامی اشاره کردند، گفتن این انتخابات به انتخاب بین قاتل و دزد هست. با این اوصاف که واقعیتی هست، خب بهترین نامزد این انتخابات ابراهیم رئیسی است که هم قاتل بوده و هم دزد. چرس کنم. اگر این هست و... سال 67 و اعدام اعضای سازمان مجاهدین فرق و چریکای فرده. راجع به خشونت و هیچ کس یا دست کم من، آقای قاهم مقامی هم که اشاره کردن، خواستار خشونت نیستن. حتی در حق خود آمریکا ما میبینیم، ولی برای دفاع از خود میتونن اسلحه داشته باشن. یکی از منطقهای گنجاندن حق اسلحه در قانون اساسی آمریکا اینه که چون کسانی انتخاب میشن به عنوان مسئول، میرن اون بالا تشکیل دولت میدن و دولت اسلحه داره. اگه یک زمانی خواست از این به طور نامشروع استفاده کنه و قدرت سیاسی رو هم در دست بگیره، مردم بتونن مقاومت کنه. همه اینها هست، این تفسیرها و تعبیرها. امیدواریم روزی به همچین برخوردهای نکشه ایران. هرگز و هرگز و هرگز کسی دنبال خشونت نیست، و اما چنین در خیابونها گشودن آتش بر روی جوان. سخن آخر رو از شما میشنویم آقای قائم مقامی، کمتر از یک دقیقه وقت. خب من تقریبا صحبتام رو گفتم، ولی باید مردم رو دعوت کنیم به این که فریب نخوریم دیگه. انتخابی در کار نیست، یک انتصابات. هر رأی اگرچه سفید باشه، اگرچه به این دلیل باشه که باز این اشتباه کنه که بین بد و بدتر انتخاب کنیم، به اسم جمهوری دزد و جنایتکار و دروغگوی اسلامی نوشته خواهد شد. و هوشیار باشیم و اون روز اصلا از خونه بیرون نریم حتی امکان. به هر حال رسانه های جمعی و در این عصر ارتباطات انقدر گسترده شده که مردم هم خودشون شهروند خبرنگارن، فیلم ها و عکس ها رو خواهند فرستاد، دنیا خواهد فهمید. و این مشارکت اگه به 20% کمتر برسه، نشانه ایست برای دنیا که این حکومت مشروعیت ندارد، و اونگاه اعتصابات، اعتراضات، نافرمانی مدنی به عقیده من آغاز خواهد شد. مردم کنار هم باید بایستن، نیروهای مسلح باید به کمک مردم بیان، آنهایی که نقش نداشتن به جز اون کارت های فرماندهی که به هر حال کارنامه سیاهی دارن، به هر حال اونها هم فرزندان ایرانن، ارتش ایران زمین، سپاه، اون بخش هایی که گفتم، بخش هایی که نقش نداشتن در جنایات، به هر حال اونها هم باید یادشون باشه که هموطنانشون هم میآمدن که اعتراض میکنن، باید ازشون دفاع کنن. و من آرزوی روزهای خوب و شاد و آباد و آزاد برای ایران عزیزمون دارم و پاینده ایران. سپاس بسیار از شما. طبق اساسنامه و مصوبات، سپاس بسیار، مصوبات سازمان ملل متحد که من بارها تاکید کردم و گفتم در بی عملی به هر حال بیشتر فعال تا عمل و کاری، اما سازمان ملل متحد چنان چه اثبات بشه در کشوری عدم شرکت، یعنی بیش از 50% هست، به نحوی موظف هست که خواستار برگزاری انتخابات آزاد در اون کشور بشه. اینه که زمینه گاهی وقتا میبینیم حتی همین جیمی کارتر رو میفرستن به عنوان نماینده سازمان ملل نظارت بر انتخابات در کشور. سپاس بسیار. توصیه یک فعال سیاسی در داخل کشور، آقای محمد قائم مقامی، به امید دیدار در شماره های آینده تفسیر خبر. به میگیریم تفسیر خبر رو تا لحظاتی دیگر. در گفتگو با آقای قائم مقامی اشاره شد به
عکس العمل در برابر اعمال خشونت از سوی حکومت در تظاهرات پیشین، اعتراضات پیشین بودند. از عوامل حکومت که وارد جمعیت شدند، دست به اقدامات خشونت آمیز زدند تا توجیه کنند، زمینه را برای اعمال خشونت حکومت فراهم کنند. هرچند این حکومت نیازی به چنین کارهایی عملا در موارد بسیار نداشته. وقتی فرمانده کل قوا در این حکومت میگه آتش به اختیار هر وقت خود شما مجاز دونستین شلیک کنید، یا بنیانگذار حکومت آیت الله خمینی آمد و با صدای بلند گفت مخالفان رو لازم نیست محاکمه کنید، همین که شناختید که مخالف هستن و در خیابان تشخیص دادید هم اونجا میتونید اعدام کنید. اشاره به سازمان مجاهدین خلق بود و دیگرانی که مخالفان بودند در همون سالهای نخست. چون این بنیانگذاری اعمال خشونت در خیابانهای ایران، مهم این نیست علیه کی و چه کسی و چه سازمانی، مهم اینه که خشونت علیه هر گروه، هر سازمان نقض حقوق انسانیه. انسانها از هر گروه سیاسی هستند باید محکوم بشه، باید باش مقابله کرد و بسیاری اقدامات دیگه که میشه انجام داد. اشاره بکنم به بیانیه‌ای که اخیراً بیانیه 14 نفره که اعضای اون بسیارشون در زندان هستند و بیانیه از زندان منتشر کردن چند روز پیش. بیانیه امضا کنندگان بیانیه 14 نفره و خانواده های اونها که درخواست آزادی بدون قید و شرط اعضای این بیانیه رو خواستار شدن. این بیانیه گفته همان گونه که آگاهی، در خرداد 98 ما 14 تن از کنشگران درون میهن با امضا و انتشار بیانیه موسوم به 14 نفره خواهان برکناری رهبر، گذر از جمهوری اسلامی، انتخابات آزاد، قانون اساسی نوین و آزادی همه زندانیان سیاسی شدیم و پس از آن 14 تن از بانوان کنشگر درون میهن نیز در همین راستا بیانیه دیگری امضا و منتشر کردند. امضا کنندگان خانواده محمد نوریزاد، خانواده سپهری، خانواده هاشم خواستار، سرکار خانم گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی که در زندان زیر شکنجه کشته شد، محمد کریم بیگی، اوریه فرجزاده، محمد کرم بیگی، بستگان، پدر آقای کرم بیگی عزیز، نوجوان ایرانی که کشته شد، اوریه فرجزاده، جواد لعل محمدی، عباس وادیان شارودی، محمد مهدوی فر، فرنگیس مظلوم، شهلا جهانبین، اوران نازمی، شهلا انتصاری، نرگس منصوری، زرتشت احمدی راقبه. خانواده های افراد هستن و خود افراد بعضن. میهمان من و شما هستند سرکار خانم فاطمه ملکی، همسر آقای محمد نوریزاد و مادر علی نوریزاد که ایشون هم در زندان هستند. خوش آمدید. سلام به شما خانم ملکه گرامی. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز. خانم ملکه، هدف از این بیانیه چه هست و انتظار چه اثری رو دارید، چه در جامعه چه در عرصه بین الملل؟ خب همونطور که توی بیانیه آمده، اونجا ذکر شده که همه ما خانواده های این اعضای بیانیه 14 خواستار آزادی عزیزانمون شدیم، به خصوص این که اغلب این عزیزان در زندان الان درگیر انواع و اقسام بیماری ها هستند و محدودیت هایی رو که برای اونها گذاشتن. مثلا آقای محمد حسین سپهری الان چندین ماه هست که تلفنش قطعه و ایشون یه پسر بچه 6 ساله داره و متاسفانه به هیچ عنوان موافقت نمی کنن که ایشون با فرزندش لااقل صحبت کنه. آقای نوریزاد الان 9 ماه تلفنش قطعه. آقای خواستار به شکلی بیمار هستن، خود آقای سپهری، خود آقای جعفری یزدی، آقای مهرگان در زندان اوین، اینا همه به نوعی خب درگیری به اصطلاح جسمی دارن و خانم پورفازل و خانم جمالی الان در زندان اوین هستن. این دوتا خانم، خانم پورفازل میدونید که یکی از وکلای برجسته است که 70 خورده‌ای، دقیق نمیدونم سن، الان ایشون زندان هستن.
چرا؟ به علت اینکه فقط یه درخواستی داشتن و یک بیانیه ای رو امضا کردن. خب این خواسته همه ما خانواده است که اینها بدون قید شرط باید آزاد بشن، چون اساسا گناهی نکردن و بیگناه اونها در زندان به سر میبرن. خانم گیتی پورفاضل، حقوقدان که بارها و بارها در عرصه دفاع از زندانیان سیاسی به وکالت پرداختن، راهی زندان شده. حکومت ایران رده نخست هست در تاریخ قرن 20 و 21 از بابت‌های مختلف، از جمله زندانی کردن وکلای دادگستری. هیچ کشور دیگه‌ای در هیچ کجای جهان چنین رکورد و امتیاز ولایت مدارانه‌ای رو نداره که این همه وکیل به زندان فرستاده باشه و در زندان بودند و هستند همچنان. فرزند شما در زندان هست و دچار مشکلات، علی نوریزاد، اعتراض به کم آبی و بی آبی در زندانی که ایشون هستن اگر اشتباه نکنم. بله، الان علی خوب حدود 9 هست که در زندان تهران بزرگ بدون دلیل و بدون گناه در بازداشت به سر میبره. من اخیراً دیدم، البته علی هم اشاره کرده بود که هر روز اینها آب آشامیدنی برای خوردن، برای چای از مثلا بطری استفاده میکنه و باید بخرن. بوفه اونجا هم قیمتها تا 2 تا 3 برابر بیرون هست و اغلب این افراد هم اونجا سرپرست خانوار هستن، از قشر ضعیف هستن و باید پول ازش براشون ارسال بشه به کارتشون و اینها بتونن خرید کنن. خب عملا این امکان وجود نداره و متاسفانه شرایط خیلی سختی رو دارن. من یک گزارشی رو دیدم از یکی از همین بازداشت شدگان آبان، نوشته بود روزانه 10 تا 15 هزار تومان برای پول آب. این کوچکترین معضلی است که ما زندانیان آبان 98 با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم. آری، جوانانی که به بنزین لیتری 3000 تومان معترض بودند، حالا باید آب خوردن خود را با لیتری 5000 تومان تامین کنند. مشکل بعدی این است که شما در وقت به ورود به زندان هم با حکم‌های کیلویی 5 تا 10 سال اگر قوی باشید، نهایتاً بعد از 2 ابتدا با قرص‌های تحت نظر آلوده می‌شوید. زخم‌های روحی که دیگر جوابی از کلونازپام امثال هم نمیگیرید، حالا شما یک راه پیش رویتون است. آری، استفاده از شیشه، دوا، تریاک، انواع مواد مخدر مانند ریک در بند سیاسی زندان تهران بزرگ به مانند آب خوردن پیدا می شود. نه. اما در یک لیوان آب شور و سرویس بهداشتی و الی آخر که نامه مفصلی هست که اشاره کرده به مشکلات اونجا. خب من این نامه رو وقتی دیدم، با علی که در میون گذاشتم، گفت اتفاقا امروز گزارشی رو آمده بودن تهیه کنن و یکی از بچه هایی که حالا به اصطلاح یا در جریان نبوده یا به قول معروف طوری تطمیع شده بوده که آمده گفته نه اصلا یه چنین چیزی صحت نداره و خلاصه یه درگیری این بچه ها اونجا براشون پیش آمده بود که چرا این به اصطلاح فرد رفته اینطوری صحبت کرده. متاسفانه مسائل مختلفی هست. یعنی گفته زندان وضعیت خوبی داره و مشکلی ندارن، یه همچین گزارشی رو بله متاسفانه. و خب این سالها مردم رو گریوندن به خاطر بیابی در واقعه کربلا. الان در خود تهران، ایران، زندانهای فقی بیابی هست، حتی در مناطقی مانند سیستان و بلوچستان هم بیابی هست، در خوزستان هست. بیبرقی یک قضیه ملی، مسئله ملی شده. همه اینها هست، آب و برقی هم که قرار بود مجانی بشه. اما خانم نوریزاد، من یک پرسش دارم. این که ببینید مادران داغدار، مادرانی که فرزندانشون در آبان 98 کشته شده، کنار هم جمع شدن، جمع میشن، خانواده های زندانیان سیاسی، خود در این بیانیه اومده بود که آزادی همه زندانیان سیاسی، هر عقیده ای داره، چرا خانواده های زندانیان سیاسی، آیا به دلیل تسلط بیش از حد دستگاه های امنیتی هست؟ چرا با هم تجمعی ندارن؟ چرا گرد نمیان؟ حالا هر کجا، من نمیگم چه کنن چه نکنن، پرسش من هست در واقع، علتش چیه؟
ببینید اولین کاری که اونها کردن، مثلا الان آقای نوریزاد تو بند کارگری هست، بند شش کارگری هست، یعنی ما وقتی میریم ملاقات اصلا خانواده ای رو نمیبینیم مگر اون خانواده هایی که به طور مربوط به امور مالی میشن در اونجا زندانی هستن. بنابراین ما خانواده های زندانی یعنی سیاسی رو نمیبینیم و این خانواده های زندانی سیسی روز فکر میکنم چهارشنبه ملاقاتشون هست، حالا دقیق نمیدونم. خب اینها هر کدوم پراکنده هستن. اگر کسی اینها رو مدیریت کنه، اینها رو مدیریت کنه، خب 100% مورد مؤاخذه قرار میگیره و خود این خانواده ها باید ببینید الان شما نگاه کنید از این همه، خب گفته میشه 1500 کشته ما داشتیم در آبان، از این 1500 کشته من فکر میکنم 15 نفر نهایتاً، حالا ما فرض بگیریم اصلا 100 نفر، 1500 نفر کشته، 100 نفر هم نیستن، 20 نفر هم بیشتر نیستن اینها تونستن صداشون رو بلند کنن. متاسفانه بقیه سکوت اختیار کردن بنا به 1001 دلیل موجه یا غیر موجه و متاسفانه این امر محقق نمیشه مگه اینکه همه ما ترس هامون رو دور بریزیم و بتونیم بر ترس هامون غلبه کنیم. وقتی این امر محقق بشه، یعنی من بتونم بر ترس هم غلبه کنم، بقیه هم همینطور، میشه به اصطلاح هماهنگ بشن، میشه خواسته هاشون رو مشترک مطرح کنن و کارهای دیگه ای رو صورت بدن. ولی این ترس یا حالا مسائل دیگه، ولی فکر میکنم ترس عمدش هست. ولی خب اغلب این خانواده ها گرفتارن، اغلبشون مشکلاتی دارن، یعنی حتی اینها گرفتار روزمرگی، یعنی روز چون میگن نون شبشون هستن و اینها خب موانع بزرگی هست. ولی سپاس بسیار. به یک معنی حکومت وقتی که میگه پایگاه مردمی داره، پایگاه در ترس مردم داره، اونم که در حال ریختن هست. دیدیم مردم در هر فرصت پیش اومده آمدن به خیابون. آخرین شعبان 98 بود، یعنی که کرونا صدی شد و اون چه علت هست و زمینه هست از میون نرفته، مسائل مشکلات روزافزون و روزافزون تر شده. سپاس بسیار داریم از شما خانم ملکه گرامی و با این امید که روزی در ایران هیچ کس به خاطر عقاید سیاسی و افکار سیاسیش به زندان نره. با سپاس از شما. خواهش میکنم، وقتتون بخیر. مادر ایرانی خانم نوریزاد، فرزندشون در زندان، همسرشون در زندان و بسیاری دیگه، کسان بسیار در ایران هستند که چند تن از اعضای خانواده اونها اعدام شدند و در یا در زندانها زیر شکنجه کشته شدند، از جمله در کشتارهای سال دهه 60 که یکی از اونها ابراهیم رئیسی بود، نامزد کنونی ریاست جمهوری، با ضوابط و ارزش‌های به اصطلاح این حکومت و این مجموعه مناسبترین تیر خلاص که بسیار، قتل بسیار، فساد مالی بسیار، تمام توانایی‌های خود رو در اجرای منویات رهبری چه گذشته چه کنونی انجام داد. شلیک به اختیار بسیار، گزمه‌های زیر فرمان او، آمده و حرفی زده قابل تأمل. در ارتباط با برق گفتم، اشاره کردم و آمده گفته که اگر کسی به هر دلیلی محکوم به زندان شده و حبس رفت، باید پدر و مادر و همسر و فرزندانش، کسانی که تحت تکلف او قرار دارند، گرامی داشته شوند و به مشکلات آنها توجه شود. رفع مشکلات هم در جمهوری اسلامی ساده ترین نابود کردن صاحب مشکل هست. تخصص ابراهیم رئیسی و بقیه راه حل این حکومت در این 40 چند ساله، بهکیش ها دیگران از شیوه ها، روش های مختلف فکری و سیاسی، از چپ تا جبهه ملی تا فعالان سیاسی منفرد در این سال ها در همین مسیر رفع مشکلات تیرباران شدند یا به زندان رفتند و کشته شدند. گفتم کسانی هستند که کسان بسیاری از اونها
اعدام شدن، 6-7 نفر از اعضای خانواده. از زندانیان سیاسی کنونی مریم اکبری منفرد که چند تن از اعضای خانواده اون در همین مسیر رفع مشکلات اونها و گرامی داشت اونها اعدام شدن و کسان دیگر. بارها و بارها من تأکید کردم که حقوق انسان، حقوق انسان هست. انسان پیش از تفکر سیاسی و راه روش سیاسی انسانی است که باید حقوقش محترم شمرده بشه. چپ، راست، سلطنت طلب، توده، مجاهد، حتی کسان وابسته به این حکومت، چنان که به زندان برن، عادلانه این است که در دادگاهی علنی با داشتن وکیل محاکمه بشن. جرمی مرتکب شدن، مجازات متناسب. دادگاه نورنبرگ چنین کرد. در اسرائیل با آیشمن که بدیهی بود و روشن بسیاری رو کشته، به کوره‌های آدم سوزی فرستاده. میبینید ویدئو هست. محترمانه رفتار شد. با افسران ارتش ایران و امیران و دولت مردان نظام پیشین، ویدئو هست، مشاهده کنید، ابراهیم یزدی و دیگران. و چنین هست، این عقب نشینی ها و نادیده گرفتن ها هست که میراثداران دادگاه های اولیه، قاتلان گسترده تر و عدی مانند ابراهیم رئیسی نامزد ریاست جمهوری هستند و اطرافیان او نیز دستی در کشتار داشته، مستقیم و غیر مستقیم، و در چنین انتخاباتی شرکت کردن تأیید همه اعمالی است که اینان انجام داد تا این سالها، و تأیید همه اعمالی است که تا روز ماندگاری انجام خواهند داد. تأیید تیربارانها، شکنجه ها و زیر شکنجه کشتن ها، به زندان افکندن ها و بسیاری اموری. پیامی از یکی از بینندگان عزیز رو با هم میشن. الو، سلام، خسته نباشین آقای چلنگی، خیلی دوست دارم، عاشقتم واقعا. تو آدمایی که تو خارج از کشور هستی میخوام بگم یکی یه دونه ای بیراه نگفتم، لطفی هستم، احد لطفی از بشلاق چرخلو. میخواستم به این آقای حاتمی کیا، ابراهیم حاتمی کیا، یه پیام بگم که اگه پاسگاهی اسم دزد و تونتون میبره یا اختشاش آدم شرور و تونتون میگه، اون آدم مهمه، آدم مهمی نیست، آدم شروره، آدم دزده. این جمهوری اسلامی هم، این آمریکا همش اسمش میبره به خاطر این شروری دزدیش، اختشاش و تو تمام کشورها این جمهوری اسلامی اختشاشگره، همه جا بمب میذاره، تروریست، بعدن همه جا داعش تقویت میکنه. باید هم اسمش برده بشه. کشوری که مثل کره جنوبی یا ژاپن و بعدن اون چند کشور دیگه که اسمشون برده نمیشه، اونا انسانن. آقای حاتمی کیا، حرف دهنتو بفهم بعدن حرفتو بزن. از آقای چلنگی خیلی متشکرم، خدا نگهدار. سپاس از محبت شما، سپاس از لطف شما، ممنونم، ممنونم، تندرست و شاد باشین. اشاره به حاتمی کیاس، فیلمساز ولایت مدار، سخنی گفته و توصیه ایشون شنیدید، حرف دهنت رو بفهم، در برابر آیت الله خمینی. جمعی از این هنرمندان ولایت مدار به پابوسی رفتن، همونطور که بسیاری از اونا آمدند و رفتن از در پای منبر ابراهیم رئیسی یکی دو ماه پیش، کمتر شاید، و رهنمود خواستند برای به اصطلاح کار در سینما. به چشم رئیس جمهوری آینده این مجموعه بهش نگاه کردن و به پابوسی و دستبوسی رفتن. حاتمی کیا در اونجا حرفای زد، حرفستان میشنویم، امیدوارم بتونیم در این لحظه ببینیم اون رو به لطف همکارانم در استودیو مرکزی ایران فردا.
آقا برگردیم خودمون رو نگاه کنیم حسین عزیزم. من فیلمم رو میسازم، من میفهمم یه کلامی، یه بحث به این بزرگی، به این عظمت تو کشور، تو این خاورمیانه، تو این جهان داره رخ میده. آقا همینقدر بفهمم که الان تو دهن این رئیس جمهور آمریکا اینقدر چپ و راست هر روز داره از ایران میگه، این نشان از این نیست که ما یه قدرتی هستیم تو این مسئله؟ کلماتی که الان داره بیان میشه والله بخشش این رسانه هاست که راه انداختن. کی اینا رو خطش میکنه و بعد هی بزرگش هم میکنه؟ ولی واقعا این همچین عظمتی داره توی توی جهان داره مطرح میشه، من اینو نبینم؟ نه خیر، شما میبینید، خیلی خوبم میبینید. این همه عظمت آمریکا داره نام ایران رو میبره. باز قضیه برادر حاتم طایی بود و چای مربوطه و اقدام برادر حاتم طایی. این یه رئیس جمهوری آمریکا اسمی فرانسه و آلمان و همونطور که اون بیننده نازنین اشاره کرد نمیبره، یعنی مهم نیستن. یعنی نکته اینه همونجا داره توهین میکنه به خود علی خامنه ای و این علی خامنه ای هم با این شال فلسطینی و این لبخند رضایت آمیز نمیفهمه، متوجه نمیشه که این یک توهینه. چون داره اعتبار، چون آمریکا داره اسم ایران میبره، حالا پس اینا معتبرن. و به عبارت دیگه خود این آیت الله خامنه ای هم مرتب اسم اسرائیل میبره. بنابراین از نظر خامنه ای با این تعبیر و این منطقه من اینو نبینم، اسرائیل بسیار مهمه، برخلاف اون چیزی که ظاهرا سعی میکنه نگه، خلافش یعنی اصلا نابود باید بشه، ولی مهمه. نه این اهانت مستقیم هم هست، مستقیم نه، در اون لفافه هست به اصطلاح. اینها اینم منطق فیلمساز ولایت مدار. ممنون از بیننده گرامی، پیام دیگری رو میشنم. جناب آقای چالنگی سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر. عرضم به حضور شما، من واقعا ناراحتم از اینکه اسرائیل داره اینطور غزه رو میکوبه، شهر فلسطین رو داره میکوبه و خیلی خیلی متاسفم. چرا؟ چون میدونم برای بازسازی این مراکز بازرسی به ملت ایران باید هزینه بشه، این ملتی که 42 ساله داره بدبختی میکشه، داره بدبخت یعنی واقعا خودکشی میکنه. آخه چرا داره این جنگ؟ میدونم آخرش هم اسرائیل پیروز میشه، ولی غزه، فلسطین، حسن نصرالله و آدمای دیگر اینا امیدشون فقط به پولای ایران و دلاراییه که در کره شمالی و این برابر بلوکه شده. میخواستم نظر حضرت عالی رو بپرسم. جناب آقای چالنگی عزیز، استاد فرهیخته گروپ، ممنون از شما، ممنون از شما بیننده عزیز، هر کجا که هستی سپاسگزار لطف شما هستم. من بارها گفتم خب مسئله فلسطین و اسرائیل که یک زمان مسئله اعراب و اسرائیل بود از اون لایه بیرون رفته و با اقدامات جمهوری اسلامی به مسئله دست چندم منطقه تبدیل شده. این از طریق مذاکرات راه حلش موجود هست. از یک مسئله مذهبی که به زور مسئله مذهبی شده باید خارج بشه و یک مسئله سرزمین نیست و قابل حل. دو کشور مستقل در کنار هم به رسمیت شناختن کشور فلسطین از طرف اسرائیل و به رسمیت شناختن موجودیت کشور اسرائیل توسط همه سازمان‌های فلسطینی و همه عراق، پایان دادن به این نزاع بی‌حاصل که آخرینش این نزاع 11 روزه بود، همونطور که اشاره فرمودید شما، نابرابر و بارها تکرار شده که نوعی تجارت هست برای دریافت همین پول‌ها، یه بخشی خرج ساختن بازسازی غزه نخواهد شد، قطعا خرج اتینای دیگری خواهد شد متاسفانه. چون این هست که امیدواریم متوقف بشه این روند خشونت ها و این زمین سازی برای تجارت های سیاسی که وجود داره و اقدامم یک جور تلاش برای اثر گذاشتن روی رابطه نوجوان و نوپای برخی از کشورهای عرب در جنوب خلیج فارس و اسرائیل که در این زمینه موفق نمیشن و داغ تازه‌ای بر دل مادران و فرزندان و پدران و کسان
اصلا هم اصلا پدر یا مادری رو از دست دادن، چه در منطقه غزه و کرانه و چه در اسرائیل، که امیدواریم روزی تمام این زمینه ها برچیده بشه و مسئله فلسطین از این که مسئله هست در دست سیاست های دیگه خارج بشه. سپاس بسیار از شما. پیام بعدی رو میشنم. خدمت تلویزیون موفق ایران فردا، تلویزیون بسیار موفق، از دید من جوان ایرانی، خدمت آقای دکتر نوری‌زاده و آقای چالنگی عزیزم. آقای چالنگی، من برنامه شما رو، برنامه چالش رو برای اولین بار رو خاطر وجود شما در روز یک شنبه دیدم و برای من بسیار سورپرایز بود دیدن شما در برنامه در غیر از تفسیر خبر، و بسیار لذت بودم از تحلیل‌های ریشه‌ای شما و به دور از حرف‌های کلیشه‌ای. خیلی دوستتون داریم، برنامه شما رو دنبال می‌کنیم و اینکه باز هم خواهش می‌کنم تو این برنامه ها شرکت کنیم. ممنون از شما. سپاس بسیار از شما. با سپاس از شما، ممنونم از توجهتون. برنامه چالش آقای مدیریت آقای سعید بشیرتاش عزیز، برنامه بسیار دیدنی هست، و خانم محبوبه گرامی مجری و همکاران دیگه‌ای که با امکانات کم و تلاش بسیار برنامه دیدنی هست. حتما امیدوارم شماره‌های دیگه چالش رو حتما ببینید. بینندگان عزیز، مهمانان دیگری هستن، کارشناسان در زمینه‌های مختلف که روز به روزم تماشاگران بیشتری داشته و پیدا کرده و خواهد کرد. سپاس بسیار از شما. حتما به توصیه شما حتی المقدور من عمل خواهم کرد، بله، چنانچه وقت و امکانات تو حوزه‌ای باشه که من درش صاحب حرفی باشم، حرفی که به هر حال قابل تأمل و توجه باشه قطعا بدون تردید. ممنون از شما. و اینجا خبری هست، من مایل هستم، حیفم اومد که با شما در میون نذارم. آمده مسئول گروه تحقیقاتی واکسن برکت آمدن و ایشون گفتن از پزشکم هستن ایشون، بله، که ما در کشورهای صاحب نام تکنولوژی تولید واکسن را از ایران گرفتن، و بعد گفته به انستیتوی پاستور اشاره کردن و به اینکه امیرکبیر آقای دکتر حسن جلیلی مسئول گروه تحقیقاتی تولید واکسن ستاد اجرایی فرمان امام، تو پرانتز ره، پرانتز هم بسته میشه بعد ره، همون ستادی است که بالای 100 میلیارد دلار زیر نگین آقای خامنه ای جمع کرده، آمده ایشون به عنوان یک ولایت مدار اینجا دیگه سابقه واکسن هم میاد در ایران، چه نبوده چه نبوده، گفته که آمدن کشورهای صاحب نام تکنولوژی تولید واکسن رو از ایران گرفتن، خودشون نداشتن، بقیه جاها، فرانسه و بقیه جاها و آمریکا و اینا نداشتن، اینا اومدن از اینا گرفتن. بعد اون وقت وقتی متن رو میخونم برای من جالبه، اینجا حرف درسته، اینجا اون قلعه حیوانات اورول هست، میگه ما در حال حاضر جز 10 کشور اولی هستیم که توانستیم اینجاست ادعا کنیم واکسن کرونا رو تولید کردیم. پس قضیه ادعاست، ادعا کنیم که چون بودیم صاحب تکنولوژی واکسن هستیم، تونستیم ادعا کنیم، حالا تولید کردیم نکردیم بس دیگه، ولی تونستیم ادعا کنیم. سپاس بسیار از شما عزیزانی رو هم که گفتم جورج اورول گفتن که همه در برابر قانون مساوی هستن، در کتاب جورج اورول آمده قلعه ایوانا ترجمه شده، و بعد رفتن دیدن که مساوی نیستن، دیدن اون زیرش نوشته خیلی با خط کوچکتری که بعضی ها مساوی ترن. این هم همونه، ما ادعا کردیم. ممنون از اینکه با ما همراه بودید. به اتفاق امین عزیز تهیه کننده و علی گرامی کارگردان فنی برنامه، برای شما روزگار خوشی را آرزو میکنیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.